شبا یکم برو تو پارک بودو، پس بریم سراغ قسمت 22. چطوری بچه ها؟ یکی اکس هستم، خوش اومدید به قسمت جدید از میم بیبی، قسمت 22، سلطان شعر و سخن و قافیه. آریا که اکسر چه لاتیه. خب بچه ها، مرسی از اینکه شدیم 80,000 تا ممبر توی سابریتمون. هدف بعدیمون 90,000 تایی شدنه. چیزی نمونده تا ما برسیم به 100,000 تا. پس اگه هنوز عضو سابردیت نشدید، لینکش هست تو دیسکریپشن، عضو بشید. کاملا رایگانه، میتونید میم های خنده‌دار و آرت ورکاتون رو اونجا بذارید و شانس اینو داشته باشید که میمتون توی قسمت هفتگی میم بیبی دیده بشه. دمتون گرم، واقعا ساپورتاتون عالی بوده. لایک و کامنت و سابسکرایب برای این ویدیو و این کانال فراموش نشه. همچنین اگه دوست دارید محصولات اکسارم رو تهیه کنید، پیج کیوکسر استور تو اینستاگرام رو سرچ بکنید و محصولات رو تهیه بکنید. از من حمایت فوق‌العاده خفنی کردید با این کار، دوستتون دارم خیلی زیاد. و اما قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، من چون میدونم معمولا این ویدیو خیلی ویوهاش تقریبا بیشتره، خواستم راجع به دو تا موضوع صحبت کنم. یکی مسئله کرونا تو ایران، که واقعا امیدوارم بچه ها هیچ کدومتون عزیزانتون رو از دست ندید و به کرونا مبتلا نشید. خیلی مراقب باشید، اوضاع ایران خیلی خطریه و امیدوارم یه جوری این وضعیت رو کنترل کنن، یه فکری به حال مردم بکنن. واقعا من خیلی ناراحت میشم، دلم میسوزه واقعا. تو رو خدا مراقب خودتون باشید تا امیدوارم واکسن سری بیاد. من تو اخبار خوندم دارم واکسن میارن اینا، امیدوارم این اتفاق واقعا بیفته و بتونید واکسن بزنید و از شر این بیماری لعنتی خلاص بشید. مبحث بعدی هم مبحث افغان ها هست که خیلی واقعا امروز ناراحت بودم همجوری اخبار میخوندم. میدونید که دیگه چه جنگ داخلی داره میشه، طالبان و نمیدونم از این ور دولت افغانستان و اینا، و مردمش خیلی ترسیدن. مردم افغانستان خیلی ترسیدن، خیلی عکسای ناراحت کننده پخش میشه و امیدوارم که جهان ببینه این رو و مردم افغانستان رو تنها نذاره. دوستتون هم خیلی زیاد، مراقب خودتون باشید. Let's see this. برو بریم سراغ ویدیو. جوری که ما آریا رو میشناسیم، جوری که آریا ما رو میشناسه. باور کنید با اینکه من ندیدمتون، ولی قشنگ یه حس عجیبیه. مثلا دیدی میگن تا بچه دار نشی نمیتونی درک کنی، تا مادر نشی، تا پدر نشی نمیتونی درک کنی. شما هم تا اینجوری فن بیسی نداشته باشید نمیتونید درک کنید چه حس عجیبی. انگار یه عالمه انسان هستن که تو نمیشناسیشون ولی خیلی باشون راحتی و نمیدونم، خیلی عجیبه، خیلی جالبه. واقعا من که از صمیم قلب تک تکتون رو دوست دارم بچه‌ها. مرسی. روزنامه جدید اکسارمی تولید شده شنبه 23/5/1400، قیمت 0 تومان. سلام بچه ها، من حساب کردم ترکیه و کانادا 13 ساعت تفاوت دارن. اگر آریا ساعت 11 شب و میا و کوروش ساعت 12 صبح ویدیو بگیرن مشکلی پیش نمیاد. به زودی منتظر کیکس کلاب باشید بچه ها. اعضای جدید روزنامه اکسارمی: امیر فوکس، ناروتو، رد هود و آنست اینترنال. مری خاموش کامنت گذاران: طبق اطلاعاتی که تاکنون به دست ما رسیده، تعدادی از کامنت گذاران مشهور و محبوب به دلیل تهمت‌های نادرست بن شدن. اینا بن شدن، ادمینا پیگیری بکنید. امیدوارم آریا ویدیو با میا و کوروش بذاره، اگه نذاش همه فلافل مهمون من. آیا رد هود به حرفی که زد لوگوی جدید چنل آریا؟ امیدوارم از لوگوی جدید خوشتون اومده باشه، دیگه وقتش بود یه ذره تغییر بکنه. بالاخره مرچ اکسارمی با قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالا تولید شد. کیفیت واقعا بسیار بالا. امیدوارم که لذت ببرن کسایی که خریدن، مبارکشون باشه. هیئت فوق اسلامی، خفن ترین هیئت. فقط من موندم چرا کوثر رو تبله قیافش. کوروش چه طبیعی شده. وای منو بارسا رو نگاه، دنجر راکت هم. بعد از اینکه آریا پست من از بازی فرایدی نایت فانکین دید و گفت بهم دوباره ایمیل بزن، من بهش ایمیل زدم، ولی بعد از همین ایمیل هنوز کسی جواب من نداده. پس لطفاً اتاق کنید که این پست به مین بیبی بعدی برسه. آقا من نمیدونم پس این ادمین ایمیلای ما چیکار میکنه، سپرده بودم. بذار ببینیم، شاید ندیده بنده خود. من فهمیدم چی جوریه، من این ویدیو رو کامل میبینم الان تو مین بیبی نمیشه دید. و اینکه من میگم که پیگیری کنم ببینیم آیا این گیم رو واقعا ساختی یا نه. خودم نوشتم. جدی؟ روز جهانی چپ دستا مبارک. آفرین، چه خط خفنی، دمت گرم. عجیبه، واقعا عجیبه. چرا نگاه کن پولو رافلارن جونی واکس.
یه امتیاز منفی برای آریا. آره گم شو. جواب شنگ. بیا دیگه نشون ما چقدر بچهای سالمی هستیم. که نمیدونیم جانی واکر. دقیقاً. اوکی. این اتفاق بارها برای من افتاده. بارها. صد بار شده من بخوام در یه شراب. عجیبه. واقعا عجیبه. نه ولی جدی من اصلا یعنی از دوروبری ها و دوستا آشنا از هر کی بپرسید من یعنی چی بشه مشروب بخورم چی بشه و اینکه یادم سر این ویدیو همه کامنت ها این بود که وای مشروب بخوری بچه من 24 سالمه و مواد که نمی کشم بعضی وقتای شاید توی یه مهمونی یه جایی شرابی چیزی هم بخورم بعضی وقتا شاید یه آبجوی بخورم اینجوری نیست که مشروب بخورم که بمیرم نه من هیچ وقت اصلا از حس مستی من بدم میاد اون چون من فوبیای حالت تهوع دارم قشنگ از این که بخوام بخورم و حالم بچه حالت تهوع بگیرم فوبیا دارم یعنی اینجوری نیست که برم مشروب بخرم بیارم خونه بخورم اصلا رونالدو از رئال رفت راموس هم از رئال رفت مسی هم از بارسا رفت اما میمه من به میم بیبی نرفت تبریک نیمه تو میدی دردر بود چیکر تو گوهر تو گوهر دردگه خوار مادر شبه راست میگه ببن شبیه دسته کنسول انسانهای اولیه چجوری این سنگو پیدا کرده خدا وکیلی چه شانسی داره چیزی که بود احساسی که میداد ای 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 بهش میگفتن شکلات سیگاری خیلی خوشمزه بود انصافا نوب بودن عید نیست نوب ماندن عیب است بله همه یه روزی نوب بودن بچه ها نوب نمانی 500 تومن زیاده برای تیشرت آریا ولی جنسش خوبه و واقعا هم جنسش خوبه وقتی با پیژامه میخوام برم نوشابه بگیرم فروشنده وقتی بیرونم رو به میگن نوشابه بگیر فروشنده دقیقا من این اتفاق چندین بار برام آده نه اینجوری ولی سر اجزای مختلف دیگه پیش اومد 30 ثانیه تو واقعیت 30 ثانیه توی تبلیغات یوتیوب وای 30 ثانیه رو تردمیل یه میگذره من که 20 دقیقه وایسادم برای اینکه لودینگ یه بازی تموم شه ولی میفهمم تمام مدت نوشته press any button to continue این اتفاق برای من خیلی افتاده بچه که بودم چرا به جای اینکه هی به آریا بگیم با میان کوروش ویدیو بذار و گوش نده نمیریم به میان کوروش بگیم که با آریا ویدیو بذارن آفرین مرسی ممنونم ازت عزیز دلم چقدر انسان فهمیده ای هستی تو برید به میاو کوروش اینو بگی از ما نیستی اگه این کارو نکرد یک مداد به علاوه پاکون مساوی است با چکش دقیقاً یادتونه یه سری خودکار بود یه تیکش آبی بود یه تیکش صورتی هم میگفتن اون آبیه خودکارو پاک میکنه افسانه ها گفته بودن که اون آبیه خودکارا رو پاک میکنه وقتی به معلم فیزیک میگم اسب باردار تونتر میدوه چون یه اسب بهش اضافه شده مغز تو دیگه چیه وقتی به مامان بابا میگم میخوام پی سی گیمینگ بخرم واکنششون برو آشغالا رو بزدم وا بدترین حس بچگی من این بود که مامان بابا جدی نمیگرفتن آدمو وای 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 چقدر این حس بد بود یعنی با کلی ذوق و شوق آرزو یه چیزی داشتی حتی تعریف کردن اصلا یه برو درس تو درس آریا برسونین تا مردم مطلع بشن سلام بچه‌ها یه چیز جالب پیدا کردم که ربطی به ریدیت آریا نداره ولی یه چیز خیلی عجیب و مهمه اگه میتونید به دست آریا برسونیدش چون سازمان ناسا خیلی پنهانکاری میکنه در رابطه پنتاگون و ناسا خیلی پنهانکاری میکنه در رابطه با یوفو میخوام الان یه چیزی رو بهتون نشون بدم که داخل گوگل ارث پیدا وقتی این قسمت رو میزنیم وارد اینجا میشیم و وارد میشیم اول این درخت ها رو این کلبه رو و این آدم هایی که اینجا نشستن اینجا بایستادن رو میبینیم بعد تو آسمون رو دقت کنید نگاه کنید چی پیدا میشه یوفوه خیلی معلومه که یک یوفو هستیم بالا سنم کجا بود میخوام اینجا رو برم پیدا کنم اینجا کجا گفت وارده کجا میشیم وارده اینجا میشیم برو آقا وارد شدیم یا خدا وارد شدیم بچه ها این آقا و این خانومه اینجاه و what the fuck بعدم یه برگی چیزی باشه از این درخت افتاده نمیدونم نه ولی تو آسمونه ببین دیگه نیست ببینی یه برگی چیزی تو هوا اینجوری شبیه کنده شده داره نمیدونم خیلی عجیبه از این چیزا اگه پیدا کردید بنویسه اینو بعد یه ویدیو جدا بشه این خودش آقاییم خیلی جذابه آقاییش
وقتی یه دختر ازت دو روز بزرگتر حسی که بهت داره. دقیقاً. دقیقاً چرا دخترها همیشه اینجوریه؟ هم. دقیقاً ولی جالبه اینا قشنگ میگم بچه کوچولو. برسون دست آریا تو ببینه ما همچنان ایستاده ایم. تحریما روی ما تأثیری نداره. ما همچنان ایستاده ایم. معلومه با کونه پاره که نمیشه نشست. واقعاً سخته واقعا. و خداوند گران فروشان را دوست ندارد. آریانا گرانده، آریانا ارزانده. یاده غلطنامه کد خدا افتادم. پیج کمدی، نه لغتنامه ده خدا رو نمیگم، یه پیج کمدیه توی فیسبوک بود به اسم غلطنامه کد خدا. یادم یکی تو نوشته بود بیسواد، اون لغتنامه ده خداه. وقتی به بابام میگن اگه میخوای کولر خاموش بمونه باید بچه تو بکشی، بابام متاسفم کوچولو. وای این خیلی باحال بود، این خیلی باحال. حالا بیایم ببینیم خفن ترین میم کل این سابردیت چقدر آپوود داره و متعلق به کیه. میزن روز عبدال تبلیغ بره رفت تو گوگل پلی، این بوده و توجه که گفته بودن عکس شخصی نذارید و اینو. سلامتی کسایی که وسط کلاس آنلاین اومدن ردیت. اوه نه. و نوشیدنی اکس آرمی در مغازه ها. خدا رو شهیدید، شاید به زودی این اتفاق افتاد. منتظر باشید بچه ها، خیلی خیلی قراره مرچ رو بهتر کنیم، محصولات بیشتری قراره بیاد در آینده و اینکه فروشش فوق العاده بوده. دستتون در نکنه بچه ها، عاشقتونم. من هر کاری میکنم شما خفن ترین ساپورت رو نشون میدید، خفن ترین حمایت رو میکنید. دوستتون دارم خیلی زیاد. به سابریت ما جوین بشید، سریع بشیم 90,000 تا. الان دقیقاً 80,227 تاییم و سریع 100,000 تایی شدن سابریتمون رو ببینیم. همچنین اینستاگرام من رو فالو بکنید که بشیم 1,000,000. الان 700 خورده ای هستیم و بشیم حداقل 800 تا، بعد 900 تا و بعد 1,000,000 تو اینستاگرام. ببینیم میشه این تیک آبی رو گرفت واقعا یا نه. اینکه اگه میخواید مرچ رو خریداری بکنید به پیج اینستاگرام کیوکسل استور برید، اونجا شماره براتون گذاشتم برای واتساپ که میتونید با اون شماره هماهنگ کنید. توجه داشته باشید بچه‌ها اون شماره من نیست، پس شما برید نمره بی. شماره من نیست، شماره ای که توسط مسئول فروش مرچ داره استفاده میشه و من اون رو استفاده نمی کنم. و اینکه خواستم بگم چون مسیج داده بودید به اون شماره فکر کرده بودید منم و اینا، من نیستم. و لطفاً اگه واقعا در امور خرید مرچ کاری دارید با اون شماره تماس بگیرید، یعنی توی واتساپ پیام بدید. دوستتون دارم خیلی زیاد، مراقب خودتون باشید و هفته بعدی امیدوارم میمای خفن‌تری ببینیم توی قسمت 23 میم بیبی. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم، تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. پیس.